وده ولايات سمنگان پروژه سهرمندی را از جنوری 2019 شروع کرده که این پروژه تا ختم جون 2021 ادامه خواهد داشت. و در ولایت سمنگان 47 مرکز سیهی وجود داره که این مرکز سیهی از 3 شفاخانه ولسوالی است، 4 مرکز سی جامعه در اینجا وجود داره، 12 مرکز سی اساسی و 21 مرکز سیهی فرعی، همچنان یک موبایل هلت تیم است. 3 FHH داره این پروژه، 1 مرکز سیهی مبس، ما اکمالات دوایی و خدمات سی شب پیش میبریم که در همچنان در ولایت سمنگان دفتر عهد پروژه افچچ یا آشیانه های سیهی را هم خوشبختانه شروع کرده، یک مکتب قابلگی جامعه و یک مکتب نرسنگ جامعه را فارغ دادیم که تانستیم خوشبختانه تعداد زیاد از او قابله ها و نرسا را در مراکز سیهی ما استخدام بکنیم. فعلا ما در پروژه فچچ که آشیانه های سیهی است، 25 آشیانه سیهی در دفتر عهد او را برنده شدن این پروژه را که یک مکتب قابلگی که ما بس 24 ماه و قابله ها را ما درس میتیم که قابله شوند و بعد از او باز 2 ماه دیگر تمام ادیشنال ترنینگ های اضافی که بتانه یک قابله تمام خدمات سیهی را در او آشیانه سیهی بتانه که عرضه بکنه به مردم، ما او را فعال ساختیم و فعلا کارش جریان داره که از طرف UNFPA بوده و به فندش UNFPA است و ما او را سپورت میکنیم. دیگه دفتر عهد مجموعه خدمات CSCC یا کمپوننت های BPHS را عرضه میکنه در تمام همی 47 مرکز سی که او خدمات وارد از خدمات صحت مادر و نوزاد است، خدمات طفل و معافیت است، امراض ساری است، خدمات صحت روانی است، خدمات معیوبیت ها است، عرضه خدمات ابتدایی چشم است، خدمات دوایی است که ادوی اساسی را ما مطابق کمپوننت های BPHS امون لست ادوی اساسی که در BPHS داریم اونم را ما در مراکز سی در قدمه های که هر قدمه فرق میکنه. مثلا شفاخانه ولسوالی از خود لست ادوی اساسی خود داره، خدمات مرکز سی جامعه ادوی اساسی خود داره، خدمات مرکز سی اساسی ادوی که مطابق پکیج BPHS عرضه میشه و از خود لست خود داره که مطابق لستش به شکل روبوار ما سپلای میکنیم و در بین سپلای در صورت که اگر مرکز سی باز با کمبود ادویه مواجه میشه دوباره درخواست خود مطابق کمبود خود بر ما روان میکنه و ما به زودترین فرصت به مرکز سی میرسانیم که عملا ما اوراق و اسناد داریم که ما به مراکز سی بر علاوه که یک بار ما ادویه رو بار به شکل مکمل مطابق اما کمپوننت BPHS یا لست پکیج BPHS روان کردیم، بعد از اون ما اینجا ورقای داریم که ما تانستیم چندین بار به شکل عاجل دواقات حتی دواقات عاجل و ایمرجنسی اگر یک واقع حادثه مثلا مثل برف و باران و سیلاب و هر چیز میشه ما تانستیم به شکل عاجل دفتن ادویه برشان اکمال بکنیم و همچنان دواقاتی که جنگی می باشه هم ما تانستیم به شکل عاجل همیشه دوا بر مرکز خود اکمال بکنیم و حتی در دورترین منطقه که اونجا ما حتی نمیتونیم با موتر اکمال بکنیم دوا را ما میتونیم با مرکب و هر وسایلی که ما داشتیم ما تانستیم که ادویه خود اکمال بکنیم و خوشبختانه ما همی در شروع زمستان تمام اکمالات زمستانی مثل چوب و مواد سوخت، تیل و همه چیزا ما تانستیم که به مراکز دوردست ما که اونا سوالی بور هستن ما اونا را تانستیم به شکل 6 ماه سپلای بکنیم و بعضی مراکزی که باز میتونیم که اونجا ما دسترسی داریم که میتونیم به شکل دوامدار هم تیم ما بر نظارت بیره ما در اونجا ادوی خود تا ختم فبروری روان کردیم که یعنی ما تا ختم فبروری مکمل در مراکز خود دوا داریم و اگر ما بگوییم که مردم بر ما بگوی که دوای ما بی کیفیت است ای خو هیچ قابل قبول نیست به خاطر از اینکه در صورت ما یک دوا را میتونیم بگوییم که قابل قبول
کیفیتش پایین است یا قابل قبول نیست که ما را در یک لابراتوار بتانیم او را انالایز بکنیم، لابراتوری بکنیم که ما بدانیم که او بر ما نشان بده که اما لابراتوار اسنادش که دوای ما بی کیفیت است، ولی هیچ وقت قابل قبول نیست. خب خود ما میفهمیم که طبعا مردم ما مردم درد دیده و رنج دیده است. اونا واقعا وقتی که ممالک بیرونی را میبینند که با چی یک امکانات اونا روبرو هستن و ما مردم ما در این قریجات دور، ما مثلا مراکز 30 شفاخانه ای داریم که 3 شفاخانه در بسته ولایت سمنگان داریم، او هم شفاخانه ولسوالی شفاخانه تخصصی نیست، شفاخانه است که حداقل ما در اونجا خدمات سراپا داریم و خدمات ابتدایی را در اونجا داریم. و در صورتی که ما باز اگر یک مریض ما امکانات در اون شفاخانه نمی باشه، باز ما قدم های ریفرال داریم که ما میتونیم اونا را رجعت بدیم به شفاخانه ولایتی، رجعت بدیم جهت خدمات. امبولانس های ما به شکل 24 ساعته خدمات خود عرضه میکنه در تمام مراکز مثل میسی شفاخانه ولسوالی، 4 مرکز CHC ما خدمات امبولانس داریم، 24 ساعته امبولانس داریم، خدمات نوکری والی داریم، همچنان امبولانس شارا داریم ما که او 24 ساعته در خدمت مردم است و به شکل 24 ساعته مردم میتونه از خدمات مستفید شوند. صرف با یک زنگ زدن ما میتونیم امبولانس به شان روان بکنیم یا در مرکز سی اگر کارمند سی ما، چون در یک شب ما یک نفر نوکریوال داریم، اگر امکاناتی که از توان از او بالا باشه، امکانات تخصصی بالا یا برای یک معاینات لابراتوری بسیار بالایی که ما امکانات شما داشته باشیم، او را باز ما برای شفاخانه ولایتی ریفر میکنیم و در این قسمت ریفرال ما مشکل نداریم. امبولانس